حدود 6 میلیون افغان با وضعیت اضطراری گرسنگی مواجهند. حملات جبهه مقاومت در تخار، یک فرمانده طالبان کشته شد و 7 طالب دیگر زخم برداشتند. طالبان گرد همایی اعتراضی زنان در کابل را با شلیک گلوله متفرق کردند. خبر که مو را در بدن سیخ می کند. مشروع خبرها. سازمان غذا و زراعت ملل متحد و برنامه جهانی غذا می گویند که با توجه به سطح بلند نیازمندی ها، متاثر شدن حاصلات زراعتی و افزایش بهای مواد خوراکی پیشبینی می شود که تا ماه نوامبر سال روان میلادی نزدیک به 6 میلیون افغان با وضعیت اضطراری گرسنگی مواجه شوند. این دو نهاد امدادرسان بین المللی با نشر یک گزارش مشترک روز پنجشنبه گفتند که افغانستان دومین زمستان را تجربه خواهد کرد که خانواده ها به دلیل افزایش گرسنگی هیچ آمادگی قبلی ندارند. گزارش گفته شده است نگرانی ها در بالاترین سطح برای افغانستان باقی مانده است. با پیش بینی نزدیک به 6 میلیون نفر در وضعیت اضطراری گرسنگی تا ماه نوامبر 2022، همچنان پیش بینی می شود که لای مداوم در بسیار از مناطق کشور که برای 3 سال متوالی ادامه یابد، چیزی که تاکنون در آن در 20 سال گذشته اتفاق نیفتاده است. علاوه بر این در گزارش آمده است که با افزایش قیمت مواد غذایی سوخت و محصولات زراعتی، مزدود شدن دارایی های افغانستان و سطح بسیار بالای مقروضیت خانواده ها، این کشور اثرات یک بحران عمیق اقتصادی را تجربه می کند. حملات جبهه مقاومت در تخار، یک فرمانده طالبان کشته شد و 7 طالب دیگر زخم برداشتند. منابع ملی در تخار از 2 حمله نیروهای جبهه مقاومت بر مواضع طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. منابع ملی می‌گویند در حمله نخست که 4 شنبه شب در روستای مشابه قشلاق ولسوالی دشت قلعه تخار صورت گرفت، قاری خیلان از فرماندهان محلی طالبان کشته شد و 5 تن از افرادش زخم برداشت. به گفته منابع، حمله دوم بر یک بازگاه طالبان در روستای کوترمه ولسوالی بارک انجام شد که در نتیجه آن 2 طالب زخم برداشتند. طالبان در تخار تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. پیش از این در نتیجه حمله نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی فرخار تخار نیز 4 طالب کشته و زخمی شدند. خبر که مو را در بدن سیخ می کند. در پی شکست طالبان در پریان پنجشیر، این گروه قرآن شریف و خانه های مردم را آتش زدند. جبهه مقاومت ملی پنجشیر گزارش می دهد در سایت رسمی اش. حمله های پیهم تهاجمی طالبان را سفگن بر قرارگاه کوهسار در شهرستان پریان پنجشیر از سوی رزمندگان شجاع جبهه مقاومت ملی با شکست مواجه شد و این نیروها طالبان را عقب زدند. طالبان در جریان این عملیات 3 روزه‌شان بر تمام درههای همجوار قرارگاه کوهسار هجوم آوردند و بیشتر مناطق را خانه به خانه بازرسی کردند و خرمنهای مردم و شمار از خانه های باشندگان محل را در دره سرخشال آتش زدند. طالبان اشغالگر با آن که می دانستند در خانه های مردم قرآن شریف وجود دارد، در پهلوی حریق خانه های مردم 10 جلد قرآن کریم را نیز آتش زدند. این گروه با قساوت تمام 50 تن از مصفدان و دهقانان دره سرخشال را پس از لتکوب شدید با خود بردند و هنوز از سرنوشتشان خبر در دست نیست. در این نبردها به نیروهای دلیر جبهه مقاومت ملی هیچ آسیبی نرسیده است و جنگجویان گروه وحشی طالبان بدون دستاورد دوباره به مرکز پنجشیر گریختند. طالبان گردهمایی اعتراضی زنان در کابل را با شلیک گلوله متفرق کردند. طالبان گردهمایی زنان کابل در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی، دختر جوان ایرانی را با شلیک گلوله متفرق کردند. این اعتراض روز پنجشنبه 7 میزان از سوی شماری از زنان در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی در برابر سفارت ایران در کابل برگزار شده بود. معترضان شعارهای زن، زندگی و آزادی، ایران برخاست، حالا نوبت ماست و از کابل تا ایران به دیکتاتوری نبگو سر می دادن. طالبان دقایق پس از آغاز این اعتراض با شلیک های هوایی زنان را متفرق کردند. این نخستین بار نیست که طالبان در برابر اعتراض مدنی و مسالمت آمیز زنان از گلوله کار می گیرند. گزارش های مهم تازه از جهان که شنیدنی و دیدنی می باشد. رسانه سویدن 4 نشست گاز در نورد استریم را کشف کرد. رویتاز به نقل از روزنامه سویدنی سونسکا داگبلاداد اعلام کرد گارد ساحلی سویدن روز سه‌شنبه 4 نشت گاز در خط لوله گاز نورد استریم را کشف کرد.
با گزارش اسپوتنیک، جینی لارسون، سخنگوی گارد ساحلی سویدن به روزنامه نامبرده گفت که دو نشت از این چهار نشت در منطقه اقتصادی انحصاری سویدن هستند. دو نشت دیگر در منطقه انحصاری اقتصادی دنمارک است. روز دوشنبه حوادث به طور همزمان در دو خط لوله گاز صادراتی روسیه به اروپا رخ داد. بر اساس اطلاعات مقامات دنمارک و سویدن، دو نشت گاز در نورد استریم و یک نشت گاز در نورد استریم دو در نزدیکی جزیره بورنهولم کشف شد. آلمان، دنمارک و سویدن خرابکاری هدفمند را رد نمی کنند. مقامات دنمارکی به روسیه اطلاع دادند که انفجارهای در محلهای نشت ثبت شده است. اپراتور نورد استریم ای جی گزارش داد که حوادث در خطوط لوله گاز بی سابقه است و تخمین زمان تعمیرات غیر ممکن است. پیش از این داستانی کل فدراسیون روسیه پرونده را درباره اقدام تروریستی بین المللی پس از آسیب به خط لوله گاز نورد استریم تشکیل داده است. دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده فدراسیون روسیه در سازمان ملل گفت که نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با خرابکاری علیه خط لوله گاز نورد استریم برای ساعت 22 روز جمعه به وقت مسکو برنامه ریزی شده است. گاز نورد استریم از اواخر ماه اگست به دلیل مشکلات تعمیر توربین های ساخت شرکت زمنس ناشی از تریم های غرب متوقف شده است. با این حال خط لوله پر از گاز باقی ماند و نورد استریم تو نیست که در سال 2021 تکمیل شده اما هرگز به بهره برداری نرسید. قبلا با گاز پر شده بود. سفیر روسیه، ایالات متحده اوضاع را به سمت برخورد قدرت های هسته‌ای سوق می دهد. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن گفت که دخالت مستقیم ایالات متحده در درگیری در طرف اوکراین امروز آشکار است. واشنگتن آشکاراً در حال افزایش عرضه سلاح‌های مرگبار به کیف است. با گزارش اسپوتنیک، آنتونوف در مقاله در نشریه نشنال انترست منتشر شد خاطر نشان کرد که امروز این احساس وجود دارد که به نظر می رسد استحکام روسیه را آزمایش می کنند. وای گفت آنها می خواهند بررسی کنند که ما چقدر صبر داریم تا به اقدامات و حملات آشکار خصمانه واکنش نشان دهیم. در واقع واشنگتن اوضاع را به سمت درگیری قدرت‌های هسته‌ای بزرگ سوق می‌دهد که مملو از پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی است. سفیر دخالت مستقیم ایالات متحده در خصومت‌ها در کنار رژیم کیف را یک واقعیت آشکار خواند. آنتونوف فهرست کرد. تأمین تسلیحات مرگبار آشکار در حال افزایش است. اطلاعات به کیف ارائه می‌شود. برنامه‌ریزی مشترک عملیات علیه نیروهای مسلح روسیه در حال انجام است. سفیر همچنین به سیاستمداران آمریکایی هشدار داد که اگر بر این باورند که آمادگی رهبری روسیه برای دفاع از کشور در مورد کریمیا و سرزمین‌هایی که ممکن است بر اساس بیان آزادانه اراده مردم بخشی از روسیه شوند، صدق نمی‌کند، اشتباه می‌کنند. وای گفت من می‌خواهم اضافه کنم که برخی از سیاستمداران آمریکایی اگر معتقدند اراده مردم می‌تواند بخشی از روسیه شوند. با گفته این دیپلمات روس، واشنگتن وضعیت را به سمت برخورد بزرگترین قدرت‌های هسته‌ای مملو از پیامدهای غیر قابل پیشبینی سوق می‌دهد. اگرچه هیچ تغییر در شرایط استفاده مسکو از سلاح‌های هسته‌ای ایجاد نشده است. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیومان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می‌سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگار همه شما.